سلام، سه‌شنبه 20 مرداد 1388، 11 آگست 2009 میلادی. من ابتدا از بیشترین سوالی که این یکی دو روز اومده شروع بکنم، اون هم شرکت در آکسیون نماز جمعه است. آکسیون نماز جمعه که تقریبا قرارمون بر این شده که ماهی یک بار، که مرادف هم میشه با اومدن آقای رفسنجانی در نماز جمعه تهران، هر یک ماه یک بار جنبش سبز بره به نماز جمعه، چون هر هفته نمیرسیم بریم، 10 تا کار دیگه داریم و گرفتاری های زیادی داریم که انجام بدیم، اما ماهی یک بار رفتن در نماز جمعه آکسیون بسیار خوبی است برای اینکه ما حضور خودمون رو در یک تجمع و مراسم دینی نشون میدیم. فایده اولش این است که اگر بخوان جلوی ما رو بگیرن، ماسک ریای حکومت که به اسم دین مردم رو میخواد بکشه، سرکوب کنه، پاره میشه و حداقل در بین طرفداران خودشون مسئله دار میشن. فایده دومش این است که همونطور که قبلا هم بحث کردیم، یک تجمع موجود و قانونی، این امکان که نطفه تشکل ما بسته بشه و بتونیم بزرگ حضور داشته باشیم برقرار میشه. و فایده سومش هم این است که وقتی که در تمام نماز جمعه هستیم و دست هامون رو در باغچه نماز جمعه میکاریم، میدانم که سبز خواهد شد، سبز میکنیم نماز جمعه رو در کمال آرامش، شعارهامون رو میدیم، ویمون رو نشون میدیم و حضور خودمون رو اعلام میکنیم، این باعث میشه که هم همبستگی ملیمون رو افزایش میدیم و هم این که رهبران جنبش رو دلگرم میکنیم، به خصوص این که الان کار خوبی که دارن همه میکنن نیست که هم از آقای رفسنجانی که همراهی خوبی با جنبش سبز و گرفتن حق مردم کرده، و هم به خصوص برای رئیس جمهور منتخب مردم آقای موسوی و سایر رهبران جنبش، آقای خاتمی، آقای کروبی، مکرر بچه ها الان در اینترنت دارن دعوتنامه میفرستن که بیاید ما دوست داریم شما رو در میان خودمون ببینیم. به نظرم این دعوتنامه ها و اومدن اونها باعث میشه اونها هم ببینن که اقیانوس مردم پشت سرشونه. بنابراین حرکت در این به اصطلاح مراسم بزرگ با کمال آرامش، با داشتن حداکثر یک پارچه سبزی که نشون بده جنبش سبز هستیم، میندازیم زیر پامون، مثلا روش نماز میخونیم یا دور گردن رو میندازیم یا حتی یک وی ساده، میتونه که ما رو به مقصود برسونه و در واقع تمام نماز جمعه های سراسر کشور رو فتح بکنیم. بریم و داخلش باشیم و حضورمون رو اعلام بکنیم. اما همینجا این رو بگم، این حرکت در فعالیتی مثل نماز جمعه که هیچ اهمیت هم نداره به این که به ما بخوان اون دفعه مثلا کیهان متلک های شرعی میگفت که بلد نیستن نماز بخونن، اینا قبول ترین شاید نماز تاریخ نماز جمعه رو همه جوانای مملکت برگزار کردن. به لحاظ همون مسئله شرعی، آقایونم من خدمت شما بگم، اگر خطر کسی رو تهدید بکنه، نه فقط فتوای همه آقایونه که اشکال نداره کفش و پاشون نگه دارن، عکسایی که کیهان انداخت، بلکه واجبه که کفش و پاشون باشه، مثل بچه‌ای که تو جبهه جنگه و با کفش نماز بخونه اگر احتمال بده که مورد حمله قرار میگیره، و یا اینکه در خیابان یه کسی صف جلوتر وایسه، خانومی، آقا، این فتوای آقای خمینی بود در پاریس اون موقع که زمان انقلاب، ایشون این فتوا رو داد که هیچ اشکال نداره خانوم آقا در جلوتر از هم کنار هم یا این فواصل رعایت نشه وقتی که مقتضیات ایجاب میکنه و فضا این گونه است. بنابراین گوشتون به این حرفا بدهکار نباشه. حضور سبز جنبش در خیابانها به هنگام نماز جمعه این هفته حضوری است که ما رو میتونه دوباره بیاره توی صحنه و نشون بده که جنبش چگونه این موج را سر باز ایستادن نیست. ولی این رو همینجا بگم، هیچ چیزی، حالا آکسیون نماز جمعه ماهی یک بار، ممکنه شبهای احیا در ماه رمضان یا مناسبت‌های دیگه یا تجمعات قانونی دیگه مثل استادیوم‌ها و غیره ما رو در صحنه میاره و نشون میده،
اما در بین اکسیون‌های موجود هیچ چیزی جایگزین تظاهرات پراکنده نیست. تمام کتب کلاسیک مبارزات بیخشونت، تمام تجربیات کشور دیگه نشون میده که مؤثرترین فعالیت تظاهرات پراکنده است که الان خوشبختانه راهش هم خیلی خوب یاد گرفتیم. هر جا که احساس خطر میکنیم تبدیلش میکنیم به تظاهرات برق‌آسا. 5 دقیقه 10 دقیقه حد اکثر شعارمون رو میدیم، عکس و فیلممون میگیریم، پخش میشیم. اگر امکان بود بیشتر میستیم. و یک کسی سوال کرده، همینجا این سوال رو جواب بدم که آیا وقتی ما تظاهرات پراکنده داریم اعلامیه پخش کردن، اطلاع رسونی هم کار خوبی است؟ قبلا هم عرض کردم حتما اصلا باید کرد این کارو. باید، الان نشریات اینترنتی خوبی هست، میشه یا خودمون بسازیم یا عیناً کپی بگیریم در یک صفحه، نشریاتی که بوی اختلاف ایدئولوژیک نمیدونم سیاسی اینا نده، حرف عمومی که اهداف کلان جنبش رو که پایین کشیدن دولت کودتا و محاکمه اونها و گذاشتن رئیس جمهور ملی و منتخب بر رأس قدرت، حل مشکل اقتصاد مردم با دولتی که فاسد نیست، دزد نیست، پولای مردم رو نمیخوره و این بدبختی و گرفتاری و گرونی و بیکاری رو یک دولت ملی و منتخب سالم میتونه درمان بکنه، و حرفای کلی که راندخورای سردارای راندخور سپاه یا تیم کودتاچی که دارن پول مردم میخوره افشا بکنه، یا شهدامون رو تکریم بکنه، در این حدود اگر اطلاعیه هایی رو درست بکنیم یک صفحه و توضیح بکنیم، موقعی که تظاهرات برق‌آسا داریم مطمئن باشید کسانی که دریافت میکنن میرن میخونن و به جنبش علاقمندتر میشن، همبسته تر میشن. من فکر میکنم نسل جوون ما چون خودش دست به اینترنته و نیاز اطلاع رسانی خودش رو از مجاری مدرن و تکنولوژیک حل میکنه، رعایت نسل ما رو که آنچنان اینترنت فرندلی نیست و نمیتونه خیلی از این مجاری کسب اطلاع بکنه رو نمیکنه. نسل یک کمی مسن‌تر از نسل جوان احتیاج داره به اینکه اطلاع رسانی بشه و یا اقشاری که ممکنه دسترسیشون به اینترنت سخت تر باشه، اقشار کارگری، اقشار پاره اخشار کاربندی، پاره شهرهای کوچکتر ممکنه دسترسیشون به اینترنت کمتر باشه، بسیار کمک کننده است که ما نشریات یک صفحه‌ای داشته باشیم، یک نصف صفحه‌ای بتونیم بدیم. حالا اگر خطرناک جایی وقتی تظاهرات برق‌آسا داریم که دستمون بگیریم، یک نفر میتونه قبلا بره بالای ساختمون طبقه دومی، سومی، پنجمی وایسه، از اون بالا بریزه پایین، یا قطعات کوچیکی باشه اگر سبز رنگ هم باشه، خود چرخ چرخ خوردنش رو آسمون جنبش سبز رو نشون میده و مردم میفهمن که باید بخونن. میشه از بالای هر پلی که رد میشه آروم یه کسی بریزه پایین، میاد پخش میشه، مردم رو زمین میخونن، شو حتی از رو همون زمین میشه پخشش کرد اگر به دست گرفتن یا با دست توضیح کردن خطرناک باشه. ولی اطلاع رسانی در کنار تظاهرات پراکنده بسیار بسیار واجبه. از اینجا برم سر سوال بعدی که بعضی پرسیدن آیا تظاهرات مختلفی که دعوت میشه اینجا بیایم اونجا بیایم خوبه شرکت بکنیم؟ من باز پاسخ عمومی میدم. اصل بر تظاهرات پراکنده، تداوم تظاهرات پراکنده و در صورت لزوم برق‌آساست، از مجرای اون اطلاع رسانی و عضوگیری های جدیده و به سطوح آوردن و فرسایش دادن کودتاچی هاست. بنابراین اصلش محل پرسش نیست، باید دائما انجام داد، فعالین جزء دستور کار دائمیشون باید بگذارن. ولی اگر یک کسی دعوت به تظاهراتی میکنه که زمان خاص میده، مکان خاص میده، این دیگه از جنس تظاهرات به اصطلاح پراکنده و برق‌آسایی نیست. وقتی شما زمان و مکان میدید، سرکوبگرا هم هوشیار میشن و ممکنه برای ما تدارک بکنن. بنابراین حتما باید آلترناتیو 2 و 3 داشته باشید، پلن بی و سی داشته باشید، و این خطر هست که اونها به خصوص محلهای دربسته، محلهایی که امکان بستن اطرافش هست رو ببندن و 1000 نفر 2000 نفر هم باشن دستگیر بکنن، قربار کنن، 50 تا 100 تا از فعالین رو دستگیر بکنن و به جنبش ضربه بزنن. بنابراین دعوت ها اگر زمان و مکان داره حتما نگاه کنید که پلن جایگزینش هم باشه و راه های
عبور و مرور مختلفش دیده شده باشه، و اگر نه، اگر جنس تظاهرات پراکنده است که زمان و مکان خاصی نمیخواد و واجب هم هست. عرضم را همینجا تموم بکنم. اون بحث یک سوال جدی دیگه ای که مطرح بوده رو بذارم برای برنامه جداگانه که قبلا وعده دادیم، و اون که جهت جنبش چجوری حرکت میکنه، دستاوردامون تا الان چگونه بوده، چقدر پیروزی داشتیم در این دو ماهی که حرکت کردیم. این میشه بحث جدی که انشالله بهش میپردازیم. شاد و سرفراز و پیروز باشید تا فردای دیگه. به امید دیدار.